سلام خدمت همه بینندگان برنامه دمنوش، من خیس مرزاد هستم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، رویا هستم. امروز با همکارم در خدمت شما هستیم. امروز برنامه ما در مورد وسواس ترانه هست که وسواس داره، درسته؟ انقدر که وسواس داره که اسم ترانه رو یادش نره، نزدیک بود بازم یادش بره. بله درسته. خب یکم در مورد ترانه برامون بگو. شما بگی در مورد ترانه. ترانه دختریه که دچار وسواس شده و اخیراً این وسواس در ترانه خیلی شدید شده. ترانه وقتی که از دوران بچگیش ازش پرسیدم، برای من انوار کردش که فرزند اول خانواده هستش و همیشه شاهد درگیری‌های پدر مادرش بوده. البته پدر مادر ترانه از همدیگه جدا نشدن، ولی با همدیگه شدیداً دچار اختلاف و تعارضات بودن. بله، هنوز وقتی که ترانه خیلی خرد بوده، پدر مادرش برای اونها موضوعاتی را میگفته که از درک و فهم ترانه بالا بوده و ترانه از این موضوعات ناراحت میشده و همچنان ترانه خیلی وقتا متوجه این میشده که پدر مادرش اصلا بهش توجهی نداشتن و اصلا به اون فکر نمیکرد. شاید هم ترانه اینطور فکر میکرده. شاید هم، چون وسواس داشته. همینطور ترانه توی دوران کودکیش، یعنی سالها پیش، خانوادهش دچار مشکلات شدید اقتصادی میشن و این قناعت و این مشکلات اقتصادی باعث میشه که خانواده ترانه از فامیل و دوستان دوری بگیرن و تبدیل به یک خانواده تنها و گوشه‌گیر بشن. همینطور رفتار نابالغانه والدین ترانه باعث این مشکل شده بود. ترانه توی اون دوران یادش میاد که خیلی تلاش میکرده که توجه والدینش رو به خودش جلب کنه و خودش رو بسیار مؤدب و معقول جلوه بده و همینطور توی تحصیلاتش موفقیت‌های کسب کنه که باعث تایید والدینش بشه. بله، ترانه همیشه از این میترسید که مبادا خانوادهش از هم فرو بپاشه و خیلی میترسید. برای اولین بار وسواس در ترانه در سن 17 سالگی دیده شد و ترانه در دانشگاه هم دچار مشکلات بود و همیشه به این فکر میکرد که مبادا روز خانوادهش از هم بپاشه و همه چیز نابود شه. همیشه یک حس بدی داشت ترانه در رو. درسته. وسواس ترانه تا جایی شدت پیدا میکنه که توی روز شاید ده ها بار دست خودش رو میشسته. ترانه انقدر از روی وسواس دستش رو میشسته که همیشه دستهای ترانه قرمز و ملتهب بوده و همینطور وقتی میخواسته از خونه بیرون بره، بارها در خونه رو چک میکرده و وقتی از خونه دور بوده فقط به فکر این بوده که آیا در خونه رو بسته یا نه. انقدر این وسواس شدت پیدا میکنه که ترانه حتی توی خواب هم دچار این فکرهای تکراری و این توهمات و این استرابها و نگرانی بوده و حتی خواب راحت و خوبی نداشته، چون اون نگرانی ها و افکار ترانه رو رها نمیکردن. علاوه بر این، وقتی ترانه دعا میکرده او هم استرس داشته و همیشه وسواس میشده و همیشه ترانه به این فکر میکرده که مبادا فامیلش از هم بپاشه و این مشکلات همیشه ترانه رو اذیت میکرد و این وسواس ها تا حدی زیاد بود که حتی در خواب هم حس بدی داشت و همیشه فکر میکرد که یه چیزهایی هست که او را اذیت میکنه. پس چه بهتر است که امروز بریم این موضوع را با دکتر پریسا هم شریک بسازیم که اتفاقا اینجا حضور دارن. پس میریم این موضوع را با ایشان شریک میسازیم. سلام چطوری؟ خوش اومدید. خوبه؟ خسته نباشید. شما خوبید؟ ما فکر کردیم اینجا دکتر پریساست ولی واقعا شما حضور دارید. پس این برکت از شما میگیریم امروز. بله. بله. حتما دکتر پریسا هم هستن با بچه‌ها، اونم طرف بحثشون خیلی داره. پس شما اینجا بشید، من میرم دکتر پریسا چون اونا خیلی دوست دارم حرفاشو بشنوم. شما اینجا. بفرمایید. بچه‌ها خوشحال شدم. وقت بخیر. خدا حافظ. یکم به من جا میدیم من بشینم. بفرمایید بفرمایید. سلام خسته نباشین دوستان عزیز، خوبین؟ دکتر پریسا شما خوبین؟ حالا شما خوبه؟ شما هم خیلی خوش اومدین، حالتون خوبه؟ ممنون از شما که ما رو باز کنار خودتون دارید. ما خیلی خوشحالیم که حضور شما رو اینجا داریم. خیلی ممنون از همه. امروز موضوع ما وسواسه. بله. از نظر شما وسواس یعنی چی؟ درسته. وسواس
وسواس یعنی در واقع مامانا. مامانا تقریبا فکر کنم همه مادرها در واقع اون وسواس رو داشته باشن، درسته؟ ولی وسواس ما به یک عمل یا یه افکار تکرار کننده و مداوم میگیم که فرد قادر به کنترلش نیست. مثلا شما شاید پیش اومده براتون، درب خونتون رو قفل میکنید و دائما چک میکنید ببینید که اون در قفل شده یا نه. با این وسواسه؟ بله، این وسواس فکریه. آه. وقتی که شما دائما، حتی بعضی ها وقتی از خونه خارج میشن دائما فکر میکنن که قفل کردم یا نه، یا گازو بستم یا نه. این یک نوع، البته اگر به صورت مداوم اتفاق مداوم هم دارم نه. خب ولی کم زمانی به صورت اختلال دیده میشه که بیاد و برای شما مشکل ایجاد کنه. مثلا زمانی هست که من کسی رو به عنوان بیمار داشتم که فکر میکرد دگمه‌ای که استفاده میکنه از جنسیه که به بدنش آسیب میرسونه و تمام دگمه‌های لباسش رو میکن، یا لباس‌هایی میخرید که بدون دگمه باشه و جوری بود که دائما حتی اگر شما لباس دگمه داشت به شما، به لباس شما نگاه میکرد و میگفت که این الان برای شما آزار دهنده. در واقع از حالت نرمال و طبیعی خودش خارج میشه. خب وسواس فکر کنم دیگه خیلی شدید شده، مراحل بالا رسید. دقیقاً. خب این زمان ما اشاره میکنیم به وسواس فکری عملی، یا در زبان انگلیسی obsessive compulsive disorder. یعنی این که شما فکر میکنی، عمل میکنی و این به صورت یک بیماری اتفاق میفته. شاید حتی پیش اومده باشه برای خودتون که بگید که نه، ما اصلا اینجوری نیستیم، ولی افرادی رو کنار خودتون داشته باشید که دائما دستشون رو میشورن، میان مثلا دست به تلفن همراهشون میزنن یا هر چیزی، سریع برمیگردن و میشورن و میبینید که دست این افراد اکثرا قرمز یا پوستش کنده شده. بحثت جان برامون یه چای میاری؟ من چای میارم ولی جایی منو نگیرید. مرسی. تازه دم و قشنگ راحت شدیم. راحت شدیم. من خیلی دوست دارم یه خاطره خیلی خنده‌دار در این مورد تعریف کنم برای. سلام بچه‌ها. سلام. بحثتون خیلی جالب بود، گفتم من بیام تو بحثتون شرکت داشت. افتخار میدین. ممنونم. محبت داریم. ما داریم در مورد وسواس صحبت میکنیم. چه جالب. چقدر خوب. حالا اگر شما دقیقا وسط خاطره قشنگ من هم اومد. خب بگو دیگه که مشکل نداره. مثلا همش به خودش فکر میکنه الان این غذا رو میخورم بخورم نخورم، این کار کردم گناه، گناه نیست. یا توی کتاب در این مورد چی گفته، این شک و چیز همین وسواسه، میتونیم بگیم این وسواسه در واقع، یا چه راه حلی حالا برای این وجود داره؟ ما تو عهد جدید یه بحثی داریم به نام وجدانهای ضعیف. من اکثرا دیدم که افراد وقتی که وارد کلیسا میان از نظر وجدانی نسبت به اون گذشته که داشتن وجدانهای ضعیف دارن، وجدانهای داغ شده دارن و درست نمیتونن تصمیم بگیرن توی اعمال و رفتارشون. چرا؟ چون تازه به مسیح ایمان آوردن، تازه وارد کلیسا شدن، خداوند رو نمیشناسن، کتاب مقدس رو تعلیم ندارن، نمیشناسن. اونجا توی قرنتیان تو بحثی که پولس با قرنتوس میکنه در مورد با شهر قرنتوس، میگه که با اعمال و رفتارتون باعث لغزش افرادی که وجدان ضعیف دارن نشین. من کلاس نقاشی میرفتم، اصلا اینجوری نبودم، این عادت رو نداشتم. خیلی هم جالب اینه که بی خیال بودم، اینجوری نبودم. بعد رفتم تو کلاس نقاشی، این قلم ها هم که مونده بود رفتم اونا رو بشورم، آواز گذاشتم رفتم. خب ساعت میدم چند صبح به من زنگ زدن که تو آواز گذاشتی از سقف بالای پایینی نشد داده. تو چه کار کردی؟ نه من اصلا کلاس نبودم، اصلا یادم رفته بود. اون استرس اونجا باعث شد که من الان صد بار همه چیو چک میکنم و عکسام که میگیرم میگم این یکی عکس امروز نبود، اینو دیروز گرفته بود. پس اینا مربوط میشه به همون عادت که من گفتم. ترس باعث میشه آدم بزنم. گاهی ترس باعث میشه آدم وسواس بگیره. خب این مربوط هم تو ترس عادت فرق میکنه دیگه، درسته؟ تقریبا یک زمانهایی فرق میکنه، ولی اگر این عادت مداوم بشه و آزاردهنده. مثلا اینکه شما باید دستتون رو بشورید و غذا بخورید، اون یک عادت خوبه، ولی اگر تعداد این دست شستن ها زیاد بشه به قدری که نه تنها خودتون نه افراد دیگر هم حتی آزار برسونید، این میشه دقیقا اون افکار
فکری عملی که ما بیشتر اطرافیان آزار می‌بینن تو خودمون، چون خودمون عادت کردیم. نه فکر می‌کنید خودشون هم این افراد از درون همیشه ناآرومن دیگه. حتی وقتی که می‌خوام بخوابم فکر می‌کنن که الان اون کارو انجام دادن یا نه. وسواس یا بتونیم بگیم این شک، این دودلی در اون فرد خیلی خطرناکه. یعقوب میگه اون شخص برکت نمیابه. میشه گفت اسماعیل جان که طبق همین آیه یعقوب و صحبت‌های شما یکی از ریشه های وسواس میتونه شک باشه، یعنی از شک استارت بخوره و بعد تبدیل به وسواس بشه و شدید بشه؟ 100%. حالا این شکی که ما داریم میگیم یه شکی که تکرار زیاد داره، یعنی توی طول زندگی یک بار دو بار یک دفعه دو دفعه نیست، یعنی طرف شکاکه. اکثرا افرادی که شکاکن، بدبینن، دوچار این ناپایداری میشن. کلام خدا میگه در یعقوب دوچار این دودلی میشن. گیر میکنن بین خدا و به دنیا، گیر میکنن بین اطاعت و نااطاعتی، دائما بالا پایینای روحی روانی خیلی زیادی دارن. این با اون وجدان ضعیف فرق میکنه. الان این دو بحث شد. منم خواستم بگم به نظر من خیلی متفاوته. بله این متفاوته. من یکی جواب سوال شما رو دادم، یکی جواب سوال رویا جان رو دادم. شما گفتین افرادی که در کلیسا میان و میمونن که چیکار کنن، چی بخورن، چی بپوشن، این خیلی فرق میکنه. این امکان داره در مورد با وجدانهای ضعیفشون باشه یا عدم تعلیمشون یا اینکه تازه به خداوند ایمان آوردن و بستگی داره از چه مسلک، از چه مذهب، از چه فرهنگی اومده باشن. چیزی که رویا جان داره میگه در مورد با اون نوعی شک، وسواس، دودلی، ناپایداری که هست که بهترین متن میتونه بهتر یعقوب باشه. یه مثال جالب براتون میذارم. یه خانم 65-6 ساله به ما مراجعه کرد، گفت که من اصلا حالم خوب نیست و اصلا ناآرومم و فکر میکرد که اضطراب داره. وقتی که ریشه دار شد من بهشون گفتم که خب چی کار میکنین؟ گفت که مثلا من روزانه 13 تا 14 بار مسواک میزنم. به قدری مسواک زده بود که تمام درون دهنش به قولی دچار اگزما شده بود، یه سری بیماری های پوست دهانی براش پیش اومده بود. بعد این میگفت که من استراب دارم. در واقع این استراب نبود، اون وسواسی بود که وسواس به تمیزی داشت. یا حتی میگفت من انقدر دستشویی خونه رو شستم با مواد شوینده که طبقه پایین، سقف طبقه پایین پوسیده. اینجا بود که پاک می‌زد. اصلا بخار مواد شوینده هم برای یه ضرر داره. خیلی، ولی بعضی خیلی از خانم‌ها مخصوصا اتفاقا وسواس توی خانم‌ها شایع‌تر از آقایونه. خوبه که اینو اشاره کردید. در واقع انقدر استفاده می‌کنن که هم بدنشون آسیب می‌بینه. برای همین میگیم فکری عملی یا فکری بدنی. چون در واقع هم بدن تحت تاثیر وسواس قرار می‌گیره، هم فکرشون. ناآرومی ها تبدیل میشه به یه اعمال تکرار کننده غیر قابل کنترل. پس ما چطور میتونیم با یک انسانی که وسواس داره مثلا رفتارمون باید باشه طوری باشه و چطوری بتونیم بهش کمک کنیم تا از این حالت بیرون بیاید؟ درسته. چون اکثر این افراد خودشون بیشتر اذیت میشن، غالبا خودشون دوست دارن که درمان بشن. بهتره که معرفی بشن حتما به یک روانشناس. وسواس یه نوع اختلال ذهنی فکریه که که طرف رو دوچار آسیب میکنه. خب که میتونه در مورد با ایمانش باشه، میتونه در مورد با ایمانش باشه، میتونه در مورد با خداوند باشه، میتونه در مورد با همسرش باشه، میتونه در مورد با محیط کلیسایش باشه. این اختلال هست و این آسیب میزنه. اون چیزی که شما دارین میگین واقع بینانه نگاه کردن به مسائل و تصمیم گیری و برنامه ریزیه. این خیلی دوتا با هم فرق میکنه. وسواس خوب نیست. من یه سوالی داشتم. من آیا فکر کردن زیاد روی هر موضوعی باعث با وجود آمدن وسواس میشه؟ دقیقا. ممنون از سواله. چرا که بعضی وقتا ما داریم این عادت رو پرورش میدیم. مثلا این که شما فردا یا روزهای متداول باید یه کاری رو دائما انجام بدید ولی خیلی به در موردش فکر میکنید. مثلا این که اجرا دارم
چه لباسی بپوشم؟ و این سوال ها اصولاً نه تنها ذهنی اتفاق میفته، شما اطرافیانم آزار میده. دائما ازشون پرسیدم من چه لباس بپوشم؟ من چی کار کنم؟ این زمانی که شما یک هفته توی برنامه هستید یا دو هفته، این مشکلی نداره. وقتی سالها میشه، شما حساب بکنید کنار همسرتون یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، هم اون اذیت میشه هم خودتون. اصولا سالها ادامه پیدا میکنه. مدت کوتاه استراب کمک میکنه، ولی وسواس در واقع یک رفتار مخربه. پس به نوعی ما هر کدوممون توی یه موضوعی وسواس داریم. یعنی یه چیزی شاید کم و زیاد داره. ببینید آخه میخوام متوجه بشید تفاوت به اهمیت دادن یا برنامه ریزی متفاوت با وسواس داشتن. یه زمانی خود من هم برنامه دارم، مثلا امروز یه لکچر دارم، فردا یه کنفرانس دارم، خب بعد برنامه ریزی داشته باشم. اگر نداشته باشم مثلا همچین چیزی امکان نداره. ولی زمانی که وسواس من به گونه‌ای بشه که خب من الان اینجا، من باید اینجوری بشینم، بعد یک سال، دو سال، سه سال، این اتفاق‌ها میتونه آزاردهنده باشه. یه طور وسواس، شاید دوچار یه نوع وسواس میشیم که ای خدایا این کار انجام بدم، این کار انجام ندم، یا این درسته، این درست نیست، اراده تو چیه؟ چی کار کنیم که دوچار این وسواس نشیم؟ بهترین کار در همین رساله یعقوب باب یک، وقتی که یعقوب خودشو معرفی میکنه که غلام عیسی مسیح هست و بعد میگه که صبر رو عمل تام خودتون قرار بدین. صبر رو اون استارتتون قرار بدیم. یعقوب خیلی ما رو تشویق میکنه که در کارهامون صبر داشته باشیم. اراده خدا و فهمیدن اراده خدا با یک بار دعا کردن، یک بار مشورت کردن، یا به طور احساسی تصمیم گرفتن، یا یک دفعه کارهای خطرناک کردن انجام نمیشه. صبر باید بکنیم. چون کسایی که وسواس دارن در واقع ناآرومن. یک علت ناآرومی وجود داره و اینها یک عمل رو پیدا میکنن، اون احساسشون رو به صورت اون عمل تکرارآمیز دائما انجام میدن. بهشون آرامش بدید، اجازه بدید که مثلا اگر شما این گلدون شما رو به دلهره میندازه و فکر میکنید نسبت بهش وسواس دارید، سعی کنید آروم آروم باهاش مواجه بشید، کم کم بهش دست بزنید، یا اگه کاری انجام میدید آروم آروم کمش بکنید. مثلا اگه 5 بار حمومتون رو میشورید، بذاریدش 4 بار. کم کم تعدادش رو کم بکنید و مسلما از بین میره، ولی اولین قدم اینه که آرامش داشته باشید. در مورد مسائل زندگیشون، در مورد با تصمیمات آیندهشون، میتونه در مورد با ازدواج باشه. بله، میتونه در مورد با ازدواج باشه، میتونه در مورد با خدمتش باشه، میتونه در مورد با مهاجرت باشه. این شخص همون لحظه‌ای که هدفش رو مشخص میکنه، به قول معروف عامیانه میره رو میخ. یعنی دچار یه سری وسواس، شک، تردید و یه سری اختلالات میشه. حالا یه چیزایی هست که به نظر من در هر کلیسا ما مشاورین مسیحی داریم، روانشناس‌های مسیحی داریم که میتونن به عزیزان مشاوره بدن. شبانانی که تشخیص شدن، مست شدن هم از طرف خداوند، همین که تشخیص شدن به اون علم و میتونن اشخاص رو، اینجور اشخاصی که دچار اختلالات شدیدی هستن، میتونن راهنماییش کنن در کلیسا. یک فردی وسواس این رو داشت که فکر میکرد وقتی که خونه نیست یه کسی میاد داخل خونه و این در عرض یک ماه 50 قفل در عوض کرده بود. من وقتی رفتم وارد خونه شدم فکر کردم قفل سازه. آره، بعد یه مقدار هم خب به هر حال اصولا وقتی با یه روانشناس برخورد میکنن سعی میکنن یه سری چیزها رو مخفی کنن، ولی خب کاملا برای من مشهود بود. نه تنها این، مثلا میگفت که خودش بعدها برای من گفت مثلا من اگر یک بار زیر پوشم رو بپوشم میندازمش دور و یک زیر پوش نو میپوشم. این دسته دور در عوامل قبلی داره. مثلا من چند بار از ماشینم سرقت شد، واسه اینکه درش قفل باشه یا نباشه مرتب هی مراجعه میکنم ببینم آیا قفلش کردم، قفلش نکردم. اینو باید چه کار بکنم؟ ببینید گاهی احتیاطه، گاهی احتیاطه، ولی اگر فکر میکنی بیش از اندازه داره این اتفاق میفته، چه کار کن؟ وقتی که چک میکنی مطمئنی قفله، برای خودت یک صفحه نوت توی گوشیت بذار یا یه برگه، من ساعت فلان در رو قفل کردم و مطمئنم، تمام، بذارش کنار. آروم آروم این یه حالت ریمایندر و یاداوری برای شما میشه که من این کار کردم.
خیلی سوال زیاد داشتم و من جبار این سری تو این برنامه خیلی ساکت بود و میدونم که خیلی سوال داره. نه ولی من از سوالای اینها داشتم لذت میبردم، به خاطر گفتم اینا تمام کنه من هم سوال کنم، ولی الان دیدم وقت برنامه کم است، امیدوارم که در دفعه بعدی بتونم بپرسم. مرسی. من در آخر میخوام بگم که خدای ما خدای شفا دهنده. آمین. من میخوام یک نصیحت کنم، وقتی که ما عیسی مسیح ما رو نجات میده و ما عیسی رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم و بهش ایمان میاریم، وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم، وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم، کتاب مقدس قادره، روح القدس به واسطه کتاب مقدس قادره ذهن و فکر ما رو عوض بکنه. وقتی افکار شما به واسطه کلام خدا به خاطر عمل روح القدس عوض بشه، جهانبینی شما عوض میشه، دید شما نسبت به محیط عوض میشه. وقتی دید شما نسبت به محیط عوض شد، اولویت‌های شما عوض میشه. وقتی اولویت‌های شما عوض شد چی میشه؟ رفتار شما تغییر میکنه. آیا در آخر، آیا در کتاب مقدس چیزی هست که کلامی هست که چیز باشه، یعنی وسواس را، یعنی ما قادر باشیم و از بالای وسواس باشیم، یعنی وسواس نداشته باشیم، ببخشید. همینجوری که بهتون گفتم، همین الان بهتون گفتم، این اشلی که بهتون دادم، وقتی ما کتاب مقدس رو یاد میگیریم، وقتی ما به نجات دهندمون عیسی مسیح متعهد هستیم، ایمان داریم، باهاش زندگی میکنیم، روح القدس به واسطه کتاب مقدس فکر و ذهن ما رو تبدیل میکنه، فکر و ذهن ما رو شفا میده، جهان بینی ما عوض میشه، الگوها و اولویت‌های ما عوض میشه. وقتی اولویت و الگو و جهانبینی ما تغییر کرد، ناخودآگاه یا خودآگاه رفتار ما تغییر میکنه و اونجاست که شفا جاری میشه به واسطه عمل روح القدس، به واسطه کلام اون ذهن و فکر ما تبدیل میشه. پس تشویق میکنم هم بیننده‌های عزیز رو هم شما رو که کلام رو مطالعه کنین، یاد بگیرین، نه تنها مطالعه کنین یاد بگیرین، بلکه همونجوری که کتاب یعقوب میگه بهش عمل بکنیم. به این ثمره ایمان ما. به نظر شما اینکه ما عادت کردیم میزبان به ما چایی بده پذیرایی کنه، اون هم تو سو عادت نه من واسه. منتظرم اتفاقا یه چیزی برای من بیاری، واقعا تشنمه. از من چرا که میاریم ولی حالا دیگه با آخر برنامه نزدیک شدیم، ناگزیر از بینینگاه خدافظی کنیم. موقع پذیرایی دیگه. من پذیرایی نداره، من میشینم چایی و شیرینیمو میخورم بعد میرم. خدافظیمو منتظریم. مرسی اسماعیل جان به خاطر صحبتهای خوبی که کردی، سوالهای خوبی که دوستان کردن. امیدوارم همینطور که شما گفتین آرامی خداوند در ذهن و فکر و جان همه ما و تمام بینندگان عزیز قرار بگیره و از هر گونه وسواس و شک و دودلی بیرون بیاد. آمین. آمین. ممنونم از حضورتان در برنامه، خیلی خوشحال شدیم، واقعا جواب خیلی سوالای ما را گرفتیم و مطمئنیم بیننده ها هم جواب خیلی سوالایشان را گرفتن. ما هم ازتون ممنون از شما. پس مراقب فکراتون باشید. حتما. من برم ببینم بچهای دیگه چی. خواهش میکنم. بله دوستای عزیز، به نسبت کمبود وقت به آخر برنامه نزدیک شدیم و ناگزیر از حضور شما باید خداحافظی کنیم. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بله. خدا حافظت. خدا نگهدارت.